احکام حرام شده ها. یکم شرک اکبر، این بالاترین آنان است. دوم شرک اصغر، این از شرک اکبر پستر و از گناه کبیره بزرگتر است. گناهان کبیره و آن هر گناه است که بر آن عقوبت خاص ترتیب داده شده است و از لعنت یا راندن یا بیزاری از فاعل آن، یا اینکه او از کافران یا مشرک هاست یا مؤمن نیست یا به زشت‌ترین حیوان ها تشبیه شده است. چهارم گناهان خرد و آن در چیز است که شرع آن را حرام گفته و بر اساس این عقوبت خاص ترتیب داده نشده است. گناهان کبیره، عدد گناهان کبیره شماریده نشده است، لیکن آن به قاعده در بالا ذکر شده محدود است. حکم فاعلان گناهان کبیره، مؤمن کم ایمان یا به ایمانش مؤمن به گناه کبیره اش فاسق است، به قدر ایمانداری اش دوست داشته می شود و به قدر گناه کبیره اش بد دیده می شود. در وقت گناه کبیره را انجام دادنش به او نشسته نمی شود. سوم، مرتبه های گناهان کبیره. مرتبه های گناه های کبیره گوناگون می باشد. از روی فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند آیا شما را به بزرگترین گناه ها خبر نسازم؟ حدیث با روایت امام بخاری و مسلم آمده است. حکم گناهان کبیره، باید از گناه های کبیره توبه نماید. از روی فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند زنی نوحه‌گر هرگاه پیش از مرگش توبه نکند، روایت امام مسلم. و در حدیث دیگر می فرمایند هرگاه از گناه کبیره پرهیز نماید، حدیث با روایت امام مسلم. اکنون فرق در بین شرک اصغر و اکبر. یکم شرک اکبر، شرک اکبر از دین خارج میکند. دوم همه عملها را بیکار میکند. سوم سببی همیشه در آتش جهنم موندن است. چهارم خون و مال را از جانب سلطان مباح میسازد. پنجم هرگاه دلیل دلالت کند که آن شرک اکبر است. ششم اعتقاد نماید که برای سبب در عالم تصرفی پوشیده است. هفتم اگر بر آن بمیرد بخشیده نمی شود. هشتم هرگاه از شرک توبه کند الله توبه اش را میپذیرد، مگر در دو موضع: بر آمدن آفتاب از آفتابشین و در وقت غرغره و آن حاضر شدنی وفات است. شرک اصغر، یکم از دایره دین خارج نمی سازد. دوم همه عملها را بیکار نمی کند، لیکن آن عملی خاص را بیکار می کند. سوم سببی همیشه در آتش جهنم موندن نمی باشد. چهارم خون مال را مباح نمی سازد. پنجم دلیل آید که آن شرکی اصغر است. ششم آن چیزی را که الله تعالی سبب قرار نداده است سبب قرار دهد. هفتم هر چیزی که وسیله به سوی شرکی اصغر باشد پس آن شرکی اصغر می باشد. هشتم به هر چیزی که شریعت شرک یا کفر گفته و به الیف و لام تعریف معرف نشده است پس آن شرک اصغر است، مادامی که دلیل ها بر شرک اکبر بودن آن دلالت نکنند. درس پنجم، احسان. رکن احسان و آن این است که الله را بپرستی گویا تو او را میبینی، پس اگر تو او را نبینی پس همانا او تو را میبیند. احسان یک رکن دارد و در زیر آن دو مرتبه می باشد. مرتبه یکم عبادت مشاهده و آن عبادت رغبت، دوست داشتن و شوق داشتن در آن چیزی که در نزد الله سبحانه و تعالی است و این عبادت انبیا و رسولان می باشد. مانند فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند آیا بنده سپاسگزار نباشم؟ پس برانگیزنده برای عبادت رغبت و دوست و شوق داشتن و آن چیزی که در نزد الله است با همراهی خوف، با همراهی ترس می باشد. دوم عبادت مراقبه و آن عبادت خوف یعنی عبادت ترس و گریختن از عذاب الهی است و از آن مسلمان خارج نمی شود.